سرخط خبرها. 99 تقدیم مجلس شورای اسلامی. ارائه لایحه بودجه سال آینده ایران زیر سایه تحریم ها، افزایش مالیات و فروش اوراق قرضه برای جبران از دست رفتن درآمد نفت. ما بتونیم شبکه ملی اطلاعات داخلیمون رو اونچنان تقویت کنیم که چند هفته بعد از قطع سراسری اینترنت، رهبران ایران حالا میگویند شبکه داخلی باید تقویت شود. بازجویی از چند شهروند سعودی بعد از تیراندازی مرگبار در یک پایگاه نظامی آمریکا، انگیزه مهاجم عربستانی هنوز روشن نیست. و نشست بی‌نتیجه کمیسیون انتخابات افغانستان با تیم‌های انتخاباتی، نمایندگان عبدالله عبدالله جلسه را ترک کردند. سلام و عصر بخیر. رئیس جمهوری ایران لایحه بودجه سال آینده را به مجلس داد. حسن روحانی با اشاره به کاهش شدید درآمدهای نفتی ایران بر اثر تحریم‌های آمریکا آن را بودجه استقامت نامید. رقم بودجه کل دولت در سال آینده 1988 هزار میلیارد تومان اعلام شده که با در نظر گرفتن قیمت دلار در بازار آزاد معادل حدود 150 میلیارد دلار است. یک چهارم این رقم بودجه عمومی دولت است و بقیه بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها. دولت در لایحه پیشنهادی مالیات و عوارض خروج از کشور را بالا برده، ولی یارانه‌های نقدی را چندان تغییر نداده. فرین عاصمی و جزئیات بیشتر. 99 تقدیم مجلس شورای اسلامی. بودجه ایستادگی و استقامت در برابر تحریم. حسن روحانی بودجه سال 1399 را در حالی به مجلس داد که سال آینده را سال فشار حداکثری و ادامه تحریم‌ها خواند، اما در این حال تصویری مثبت از وضعیت اقتصادی ایران در سال آینده توصیف کرد. این بودجه به دنیا اعلام می‌کنه که علارغم تحریم ما کشور را اداره خواهیم کرد، مخصوصاً از لحاظ نفت. صادرات نفت ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا به شدت کاهش پیدا کرده. شرکت اطلاعات انرژی و رادیویی نفتکش‌ها کپلر می‌گوید صادرات روزانه نفت ایران در ماه نوامبر ماه گذشته میلادی حدود 213 هزار بشکه بوده و بعد از کشورهای گابون و گینه کمترین میزان صادرات در میان کشورهای عضو اوپک است. در لایحه بودجه سال آینده دولت صادرات روزانه 500 هزار بشکه نفت با قیمت هر بشکه 52 دلار را در نظر گرفته. بودجه عمومی سال آینده دولت ایران 484 هزار میلیارد تومان اعلام شده. تقریبا بودجه سال 99 با شرایطی که ما پیش بینی کردیم خیلی به نفت اتکا نداره. سقف بودجه عمومی سال آینده 24% نسبت به امسال افزایش دارد. حسن روحانی همچنین گفته دولت ایران 5 میلیارد دلار از روسیه قرض می‌گیرد که 2 میلیارد دلار آن نهایی شده. به گفته او این وام شرایط اقتصادی ایران را بهتر می کند. در 24 آبان ماه طرح افزایش قیمت بنزین در شورای سران سه‌قوه به تصویب رسید. طرحی که جرقه اعتراض‌های گسترده در شهرهای مختلف ایران را زد و با سرکوب شدید و سریع حکومت روبرو شد. سازمان عفو بین‌الملل تعداد کشته شدگان در این اعتراض‌ها را دست کم 208 نفر اعلام کرده. هرچند گفته که شمار واقعی کشته شدگان احتمالاً بیشتر است. اعتراض‌های اخیر در صحبت‌های امروز حسن روحانی جایی نداشت. در مقابل آقای روحانی گفت تلاش می‌کند سختی‌های مردم کاهش پیدا کند. تحلیلگران می‌گویند بودجه پیشنهادی حسن روحانی چندان واقعی و دقیق نیست و ارقامی که او پیشنهاد کرده نشانگر افزایش نیاز دولت به منابع مالی در شرایط تحریم است. فرین عاصمی، بی بی سی. فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی از پاریس با ماست. آقای خاوند، آقای روحانی میگه که این بودجه نشون میده که ما با تحریم هم میتونیم کشور را اداره کنیم. همچین چیزیه؟ در مجموع یک بودجه بسیار بسیار سختی است. شاید سخت‌ترین بودجه بعد از جنگ ایران و عراق
و منابعی هم که برای اون در نظر گرفته شده پرسش برانگیزه و این خطر وجود داره که این بودجه با یک کسری بسیار بسیار مهم در آینده در سال 99 روبرو بشه که البته بودجه 98 هم کسریش کم نبود. در مجموع برای تحقق پیدا کردن این بودجه چون آقای روحانی نمیتونه روی نفت تکیه بکنه و ما میبینیم که مبلغش حتی از اون چیزی که قبلا گفته شده بود اعلام شده بود تا همین دو سه روز پیش میگفتن که ایران 75,000 میلیارد تومان در نظر گرفته برای درآمدهای نفتیش، ولی باز اون رو همون شب آخر کاهش دادن و رسوندنش به حدود 48,000 میلیارد تومان. در نتیجه این کسری رو باید از منابع دیگری تامین کرد که طبعا این منابع مشکلزا هست و پرسش‌های زیادی رو مطرح می‌کنه. این منابع تامین بودجه چه هست؟ چقدر فشار رو به مردم اضافه خواهد کرد؟ مالیات‌ها و غیره؟ ببینید یکیش مالیات هاست، 195,000 میلیارد از محل مالیات ها و همینطور گمرک باید اخذ بشه. این رو باید بهش توجه کنیم که کشور در شرایط اضطراری به سر میبره. رکود نرخ رشد ایران در سال جاری چیزی است بر اساس ارزیابی محافل بین‌المللی و همینطور منابع داخلی بین منهای 9 تا منهای 10%. نرخ تورم ایران بالای 40%. در نتیجه آیا کسانی که به خصوص کارمندان هستند، بخش بنگاه‌های بخش خصوصی هستند، اینها باید مالیات بدن؟ و آیا در شرایط رکود با توجه به اینکه به خصوص شرکت‌های بخش خصوصی بعضی‌هاشون با 40 یا 50% ظرفیت خودشون کار می‌کنن، بعضی‌هاشون هم اصولاً تعطیل شدن، اینها چگونه قادر خواهد بود که دولت روحانی این مقدار مالیات رو اخذ بکنه؟ در نتیجه پناه می‌بره به منابع دیگر از جمله انتشار اوراق مالی یا اوراق قرضه که متا این اوراق قرضه رو نه سرمایه‌گذاران خارجی میگیرن نه ایرانی‌ها. در نتیجه دولت روحانی اونها رو نظام بانکی رو وادار میکنه که این اوراق مالی رو دریافت بکنن، ولی نظام بانکی هم پول این اوراق مالی رو از بانک مرکزی جمهوری اسلامی وصول میکنه که منجر میشه به چاپ اسکناس. در واقع منابعی هم که به عنوان جانشین تعیین شده برای جبران کسری محل صادرات نفت و غیره، این هم زیاد قرص و محکم به نظر نمیرسد. دولت آقای روحانی میگن که این به خاطر تحریم ها ما حالا در مسیر درستی در اقتصاد افتادیم، میگن تهدید رو به فرصت تبدیل کردیم، عدو سبب خیر شده، وابستگی به نفت قطع شده. چقدر واقعا میشه حساب کرد که ما وابستگی به نفتمون قطع شده؟ خیلی خیلی دشواره قبول حرفای آقای روحانی. البته بودجه نفت رو به اصطلاح منابع ناشی از نفت رو زیر فشار کم کردند، ولی در عوض 88,000 میلیارد تومان قرار منابع دریافت بکنند از محل صدور فراورده های نفتی، یعنی محصولات پتروشیمی یا میانات گازی که تازه خود اینا هم زیر تحریم هستند. در مجموع همونطور که عرض کردم سقوط نرخ رشد اقتصادی ایران شدت گرفته، پول ملی ایران ما دوباره شاهد سقوط باز هم بیشترش هستیم، نرخ تورم ایران بالاست و مردم ایران متاسفانه فقیر و فقیرتر شدن. بخشی از طبقه متوسط پیوسته به قشرهای زیر خط فقر. در این شرایط گفتن این که ایران توانسته خودش رو تطبیق بده با وضعیت، توانسته منتها در شرایطی که فشار بسیار بسیار سنگینی بر مردم اعمال میشه. میخواستم بپرسم معینات گازی زیر تحریم نیستن، ولی به هر حال ایران ارتباط بانکی با خارج نداره، همون مقدار نفتی هم که قرار در اساس این بودجه حدود 500,000 بشکه بفروشن و به قیمت 50 دلار، اینها تازه در بهترین حالت اگر به این ترتیب فروش بشه پولش که به داخل ایران نخواهد آمد. بنابراین رو چی دارن حساب میکنن؟ مشکل بزرگ ایران از محل درآمدهای ارزش در مورد میانات گازی و غیره، حتی اگر اینها رو کشورهایی باشند که بخرن، انتقال پول اون به ایران به صورت ارزهای سنگین یعنی مثل دلار یا یورو اگر غیر ممکن نباشه خیلی خیلی دشواره. و این رو هم باید در نظر گرفت از محل درآمدهای ارزی که دولت نصیبش میشه در همین بودجه سال 90 لایحه بودجه
قرار شده که حفظ بشه دلار 4200 تومانی برای کالاهای اساسی که حدود 25 قلم کالای اساسی است. بر اساس محاسبات من فکر میکنم، البته باید بیشتر بررسی کرد، ولی حدود بیش از 10 میلیارد دلار از درآمدهای ارزی ایران صرف این میشه که با دلار 4200 تومانی کالاهای اساسی وارد کنند و ارز زیادی در مجموع برای دولت نمیمونه. به همین دلیل هم هست که آقای روحانی مراجعه کرده به منابع خارجی و خبر داده از اخص حدود 5 میلیارد دلار از منابع روسی، از روسیه آقای پوتین. بر اساس بعضی شایعات امکان داره که حتی دریافت این در آینده از طریق روسیه، اگر روسا تصمیم بگیرن که کمک‌های ارزیشون رو به ایران بیشتر بکنن، امکان داره که حتی بالاتر هم بره. آقای خاوند خیلی ممنون از شما. فریدون خاوند از پاریس با ما. متشکرم. در لایحه بودجه سال آینده ایران، دولت برای درآمدزدایی از حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی هم سهمی در نظر گرفته. طبق برنامه توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیما باید درآمد حاصل از آگهی‌های تجارتی را هنگام مسابقات ورزشی پخش می‌شوند به یک حساب واریز و آن را به نسبت مساوی تقسیم کنند. تلویزیون ایران در گذشته هرگز پرداخت حق پخش آگهی را به رسمیت نشناخته. پوریا جعفری اینجا همکارمان، خبرنگار ورزشی ما اینجا در استودیوست. پوریا، چقدر عملی است که بودجه ورزشی کشور از محل آگهی ها تامین بشه؟ عملی بودنش یعنی به صورت پتانسیل، به صورت بالقوه میشه که این اتفاق بیفته، ولی اتفاق تا به حال نیفتاده علیرغم تمام تلاش هایی که شده. همون اندازه خسته کننده و تکراری این بحث که بحث خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس هر سال مطرح میشه. البته تو این یک سال گذشته اتفاق مثل سابق نبوده، یعنی که فدراسیون فوتبال ایران هم مثل گذشته به پروپای صدا و سیما نپیچیده که بیاید حق ما رو پرداخت بکنید، ولی که بارها دیدیم که کار به جای رسیده که مثلا گفتن که آقا از این به بعد دوربین تلویزیون رو به استادیوم راه نخواهیم داد، به مسابقه های ورزشی، سالن های ورزشی راه نخواهیم داد، و بعد دقیقه 90 که میشه در نهایت زور صدا و سیما به فدراسیون فوتبال یا وزارت ورزش یا هر نهاد ورزشی دیگه تو ایران میچربه و در نهایت ادعای تلویزیون این هست که پول به اندازه کافی نیست. همین هزینه‌ای که ما داریم انجام میدیم برای پوشش مسابقه ها، همون رو داریم از طریق آگهی ها به دست میاریم. مسئله که حتی باعث شد یکی از رؤسای صدا و سیما، حالا نه فقط در به خصوص بخش ورزش بلکه کلا سر آگهی ها، تقریبا مسئله بودش که باعث شد آقای سرافراز از ریاست صدا و سیما کنارگیری بکنه. خیلی ممنون پوریا جعفری اینجا در استودیو با ما. حسن روحانی امروز هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس درباره شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت داخلی هم حرفایی زد و از دستور رهبر ایران در این مورد خبر داد. آقای روحانی گفت که امیدوار است با تقویت این شبکه نیازی به خارج نباشد. و انشاءالله در زمینه این که ما بتونیم شبکه ملی اطلاعات داخلیمون رو اونچنان تقویت کنیم که مردم بتونن برای نیازمندی های خودشون نیازی به خارج نداشته باشن، و اخیراً هم مقام معظم رهبری دستوری در این زمینه دادن که انشاءالله در شورای عالی فضای مجازی ما اون رو دنبال میکنیم، انشاءالله مردم ما شرایط بهتری رو لمس خواهند کرد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز در تهران. همکارم رجا اسدی اینجاست در استودیو. رجا، شبکه‌های اجتماعی مردم چی میگن در مورد این اینترنت ملی که حالا قرار تقویت بشه در سایه قطع اینترنت؟ دقیقا هنوز معلوم نیست که قرار چی بشه، قرار تقویت بشه، قرار اینترنت خارجی قطع بشه، هنوز مشخص نیست. خود علیرضا موعظی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری همین بعد از صحبت های آقای روحانی یک توییت کرده بود و گفته بود توسعه شبکه ملی اطلاعات به این معنی نیست که قطع اینترنت انجام بشه و ما برگردیم به عصر حجر. و اینو بذارید در کنار حرفهای وزیر، اینترنت رو قطع کنیم، قرار نیست اینترنت رو قطع کنیم، اینو بذارید در کنار حرفهای
وزیر ارتباطات آقای آذری جهرمی که همیشه همواره گفته که قطع شبکه راه اندازی شبکه ملی، توسعه شبکه ملی به معنی این نیست که ارتباطمون با شبکه جهانی اینترنت قطع بشه. حالا هم که آقای روحانی این صحبت رو حرف زده و گفته که رهبر ایران دستور داده که بی‌نیاز بشیم از اینترنت خارجی، به هنوز مشخص نیست. اما همه اینها به کنار، کاربران در شبکه‌های اجتماعی بسیار نگران این موضوع هستند. خیلی ها میگن که این مدتی که اینترنت در طی اعتراضات قطع بود یک حالت دستگرمی بود برای دولت ایران که بسنجه تواناییشو که چقدر میتونه اینترنت ملی رو جایگزین بکنه. بعضیا نگران از این هستن که وضعیت اینترنت در ایران چیزی مشابه وضعیت اینترنت در کره شمالی بشه و خیلی هم این بحث رو مطرح کردن که آقای روحانی همون کسیه که گفت دست دولتش روی دگمه فیلترینگ نمیره و الان داره دقیقاً همون کارو میکنه، داره انگار فهرست کرده تمام وعده های انتخاباتیشو و یک به یک داره خلاف اون وعده ها رو عمل میکنه. بعضی از کاربران هم دوباره این جریان داغ شده در شبکه‌های اجتماعی، جریان پشیمانم که ابراز پشیمانی میکنن که به آقای روحانی رأی دادن و وعده هاشو باور کردند و الان بعد از این صحبت های امروز با آقای روحانی این هشتگ پشیمانم دوباره داغ میشه. از طرف دیگه بعضی میان صحبت میکنن آقای روحانی همون کسی که گفت آنچنان رونق اقتصادی ایجاد میکنیم در کشور که مردم به اون یارانه 45,000 تومانی دیگه احتیاجی نداشته باشن. پس بنابراین حالا گفته آنچنان توسعه میدیم اینترنت ملی رو که مردم نیازی به اینترنت خارجی نداشته باشن. بعضی نتیجه گیری کردن که نگران نباشید، همونطور که رونق اقتصادی ایجاد کرد، همونطور هم اینترنت ملی رو توسعه میده. رجا خیلی ممنون از شما. رجا اسدی اینجا در استودیو با ما. نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین خبری این برنامه. رئیس جمهوری ایران لایحه بودجه سال آینده را به مجلس داد. بودجه‌ای که درآمدهای نفتی در آن 1/3 و سهم نفت در بودجه قبلی است. حسن روحانی از دستور رهبر ایران برای تقویت اینترنت داخلی برای بی‌نیازی از خارج خبر داد. در ادامه این برنامه، اولین مسجد سازگار با محیط زیست در اروپا. پلیس فدرال آمریکا از مردم خواسته کمک کنند تا اطلاعات بیشتری درباره عامل تیراندازی مرگبار دو روز پیش در فلوریدا جمع‌آوری شود. محمد سعید شمرانی عضو نیروی هوایی عربستان که برای یک دوره آموزشی به پایگاهی نظامی در فلوریدا اعزام شده بود، جمعه با شلیک به همقطارانش دست کم 3 نفر را کشت. خود او هم به ضرب گلوله پلیس از پا درآمد. خشایار جنیدی همکارمون از واشنگتن با ماست. خشایار، بیشتر چه میدونیم امروز؟ پلیس در حال ادامه تحقیقاتش هست. میخوام ببینن که چه انگیزه‌ای داشته محمد شمرانی از اقدامی که کرده در تیراندازی به همکلاسی‌ها و همقطاری‌های خودش در پایگاه پاناسکولا در فلوریدا. میدونیم از تعدادی از دیگر دانشجویان نظامی عربستان سعودی در این پایگاه بازجویی شده، سوال پرسیدن ازشون، گفته شده بعضی از اونها هنگام حمله فیلم برداری کردن از این اقدام. در غیر از اون، از اطلاعاتی که در اومده از همقطاران و دانشجویان دیگر در این پایگاه نظامی، مشخص شده که او هفته گذشته هنگام شام تصاویر مربوط به تیراندازی و کشتارهای دست جمعی در یوتیوب رو به دیگر دانشجویان نشون داده و اینکه گفته شده که در توییتر پیام‌های ضد آمریکایی منتشر می‌کرده علیه حکومت آمریکا. بنابراین میخوان جمع‌بندی کنن ببینن به چه اطلاعات بیشتری میتونن در این رابطه پیدا کنن. حادثه‌ای که با کشته شدن 3 دانشجوی نظامی همراه شد و 8 نفر هم در این حادثه مجروح شدند. البته مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا در صحبت‌هایی که کرده گفته که در حال حاضر مسئولانی که در حال تحقیق در مورد این حمله هستند بر این باور هستند که این حادثه تروریستی نبوده و بیشتر فکر میکنن جنبه شخصی داشته. اما تحقیق در مورد این حادثه ادامه داره. در حال حاضر میدونیم 850 دانشجوی نظامی عربستان سعودی مانند محمد شمرانی در آمریکا در پایگاه‌های مختلف مشغول کارآموزی و یادگیری هستند. خود آقای شمرانی دانشجوی خلبانی بوده و آمریکایی‌ها میخوان مطمئن بشن که این حادثه در رابطه با دیگر دانشجویانی که از کشورهای مختلف در آمریکا وجود دارند تکرار نمیشه.
خیلی ممنون از شما خشایار جنیدی از واشنگتن با ما بود. و حالا چند خبر کوتاه درباره ایران. رئیس پلیس استان فارس ایران میگوید در شهرستان ممسنی 15 نفر که به گفته او از عوامل اصلی اعتراض‌های اخیر بودند بازداشت شدند. او این افراد را اغتشاشگر خوانده و گفته که آنها به مراجع قضایی تحویل داده شدند. طی اعتراض‌های سراسری که بعد از جهش ناگهانی قیمت بنزین آغاز شد، هزاران نفر در ایران بازداشت شدند. بعدن شمار نامعلومی از آنها آزاد شدند، اما مقام‌های امنیتی همچنان از بازداشت عده دیگری خبر می‌دهند. شهردار تهران می‌گوید اطلاعات به دست آمده درباره بوی تعفن در بعضی از مناطق این شهر به ستاد بحران فرستاده شده. پیروز حناچی نگفته که منشأ اصلی این بوی نامطبوع چیست، ولی چند احتمال را مطرح کرده. او گفته بررسی ها نشان داد که جهت باد با شبکه فاضلاب تهران منطبق بوده و ممکن است منشأ این بو در مناطق آرادکو و حوالی فرودگاه امام خمینی باشد. حدود یک سال پیش هم بوی نامطبوع در بخش های وسیعی از تهران منتشر شد. خبرگزاری کیودو گزارش داده که آمریکا با طرح ژاپن برای مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران و میزبانی حسن روحانی موافقت کرده. این خبرگزاری ژاپنی خبر را به نقل از یک دیپلمات آمریکایی منتشر کرده. قرار است رئیس جمهوری ایران کمتر از دو هفته دیگر به توکیو سفر کند. بر اساس این گزارش آمریکا خواستار اطلاع از نتایج دیدار رئیس جمهوری ایران و نخست وزیر ژاپن شده. شینزو آبه بهار امسال برای میانجیگری بین ایران و آمریکا به تهران رفته بود. معاون وزیر بهداشت ایران میگوید در هفته گذشته 25 نفر به دلیل ابتلا به آنفولانزا جانشان را از دست دادند. علیرضا رئیسی گفته در این مدت بیش از 8000 نفر برای مداوای آنفولانزا به مراکز درمانی مراجعه کردند و نیمی از این افراد به دلیل شدت بیماری تنفسی بیش از 2 روز در بیمارستان بستری شدند. تا کنون بیش از 80 نفر بر اثر ابتلا به آنفولانزا درگذشتند. در افغانستان نشست کمیسیون انتخابات با نمایندگان تیم‌های انتخاباتی به تنش کشیده شد و بی‌نتیجه پایان یافت. این نشست برای تعیین تکلیف حدود 300,000 رأی برگزار شده بود که دو تیم پیشتاز بر سر اعتبار آن اختلاف نظر دارند. در این نشست دیپلمات‌های خارجی مقیم کابل و نهادهای ناظر انتخاباتی هم شرکت کرده بودند، اما نمایندگان تیم عبدالله عبدالله دلایل مطرح شده از طرف کمیسیون انتخابات را خلاف قانون خواندند و این جلسه را ترک کردند. روین رهنوش از کابل گزارش می‌دهد. بحث برای رسیدن به تفاهم. جناب یک دقیقه بذار صبر کن. ما تا شب تلاشی که بی‌نتیجه ماند. کمیسیون انتخابات پس از هفته‌ها سکوت درباره جنجال‌های انتخاباتی امروز میزبان دسته‌های انتخاباتی و ناظران بود. ساعت‌ها بحث در حضور رسانه‌ها گرهی از کار باز نکرد. و این معنا نیست که قانون یا طرز عمل وقتی چیز را میگه شما در او را نقض کنین، او را نادیده بگیرین و با احتمالاتی که هیچ پایه و مبنای منطقی و تکنیکی و حقوق نداره شما به این 102,000 رای را اعتبار بدین. این به معنی تغییر آوردن در نتیجه انتخابات است. دو رقیب اصلی هر کدام حرف خود را تکرار می کنند. برخلاف دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله، تیم انتخاباتی محمد اشرف غنی به اعلام نتایج تاکید می کند. ما اینجا قانون داریم، اصول داریم، تعهدات داریم با کمیسیون های مستقل. و کمیسیون های مستقل هنوز کارشان تمام نشده، در جریان پروسه ما طرز العمل ها را می خواهیم تغییر بدیم. آیا این قانونی است؟ کمیسیون ها هنوز کار خود آغاز نکردن، ما تهدید میکنیم شانه. شهروندان کشور همچنان کمیسیون هم میگوید همه چیز واضح است و جای برای سوء تفاهم باقی نمانده. ما از تمام گروه ها، نهاد ها، کاندیدان محترم صمیمانه می خواهیم تا به منظور موفقیت و پایان بخشیدن روند انتخابات با کمیسیون همکاری کنند.
بیرون از کابل امروز اعتراض های هواداران تیم ثبات و همگرایی در هرات راه اندازی شد. راهپیمایی شبه آنچه در چندین ولایت در روزها و هفته های گذشته انجام شد. بیش از دو ماه از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گذشته، اما تا به حال نه دسته های انتخاباتی مدعی تقلب در انتخابات متقاعد شدن و نه کمیسیون توانسته نتایج انتخابات را اعلام بکند. از طرف مردم هم منتظر اعلام نتایج هستند. با این وضع به نظر می رسد با گذشت هر روز فضای انتخاباتی افغانستان پیچیده تر و متشنج تر می شود. روین رهنوش، بی بی سی، کابل. در شهر کمبریج بریتانیا مسجدی ساخته شده که به آن اولین مسجد سازگار با محیط زیست در اروپا می گویند. حضور رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در مراسم افتتاحیه مورد استقبال بنیانگذار این مسجد قرار گرفت. اما معترضان به عملیات نظامی ترکیه علیه کردهای سوریه در مرکز شهر کمبریج تظاهرات کردند. شبنم محمود گزارش می داد. 10 سال برنامه ریزی با هزینه‌ای بالغ بر 20 میلیون پوند. مسجد مرکزی کمبریج رسماً درهایش را به روی 6000 مسلمان این شهر گشود. کسانی که این مکان را برای عبادت طراحی کرده اند، همان کسانی هستند که چرخ و فلک نمادین لندن را ساختند. گفته میشه این اولین مسجد سازگار با محیط زیست در تمام اروپا است. با تولید برق خودش و ذخیره آب باران، تأثیرات کربنیش بر محیط زیست صفره. پروژه ساخت مسجد از واریز 10,000 مبلغ اهدایی تأمین شده، هم از منابع محلی و هم بین المللی. از این میان پول نقد از نهادهای خیریه در ترکیه. صدها نفر از مردم در مراسم افتتاحیه حضور داشتند، از جمله بنیانگذار و تولیت مسجد توحید اسلام که قبلاً که خواننده بود با نام کت استیونز شناخته می شد. او از رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه که برای 70th سالگرد ناتو به بریتانیا آمده بود استقبال کرد. رئیس جمهوری در لحظه ورودش چیز زیادی نگفت. اما حضور رهبر ترکیه با استقبال گرم همه روبرو نشد. ده ها نفر در مرکز شهر تجمع کردند تا خشم خودشان را به عملیات نظامی آقای اردوغان علیه کردها در سوریه نشان بدهند. تصمیمی که هیئت امنای مسجد از آن دفاع می کند. فضایی می‌خواستیم که برای جامعه بمونه. وقتی به مقامات ترکیه و آقای اردوغان طرح را ارائه دادیم، گفت اگه این چیزیه که مسلمان کمبریج می‌خوان، ما حمایت می‌کنیم. باغچه و کافه مسجد مکانی برای همه جامعه است و نه فقط مسلمانان. امید است که مسجد مردم را به هم نزدیک کند. شبنم محمود، بی بی سی نیوز، کمبریج. خب برنامه خبری امروز رو با تصاویر زنده از مادرید به پایان میبریم. تظاهرات گروهی از طرفداران محیط زیست هست در مادرید داره برگزار میشه. کسانی که جزو این گروه به اصطلاح ربلیان هستن، گروهی است که در کوچه و کنار دنیا هم طرفداران زیادی داره و اعتراض های زیادی میکنن. این کنفرانس در مادرید در مادرید داره انجام میشه. محل کنفرانس و نشست سازمان ملل، کنفرانس جهانی برای مقابله با تغییرات اقلیمی که حدود نمایندگان 200 کشور اینجا حضور دارن. تظاهرات این عده در مادرید برای توجه دادن به این نمایندگان کشورها در مورد وضع اقلیمی جهان و اینکه فرصت زیادی برای پایان نیست. به پایان این بخش خبری می رسیم. ممنون از همراهی شما.